حفیظ افضلی همین الان از هلسینکی فنلاند با ما هستن. آقای افضلی، ده ها هزار دنبال کننده دارید، کانال شما در یوتیوب بیشتر از 9.5 میلیون بازدید داشته، شخصیت های شما هم طالبان هستن. انتظار داشتید که مردم تا این اندازه از طالبان استقبال کنن؟ بله، من هم سلام عرض می کنم خدمت شما آقای جمال موسوی و تمامی دستاندرکاران شبکه بی بی سی فارسی و همچنان خدمت تمامی بیننده های شبکه بی بی سی فارسی. خدمت شما باید درس کنم این که کاریکاتورهای من به خاطر این بازدید کننده نداشته است که مردم از طالبان خوشش بیاد. ببینید، مردم از طالبان اینجا استقبال نکرده است، مردم از آنها بیم و هراس داشتند و دارند. مردم از پیام‌های روشن نسل جدید افغانستان استقبال کرده است که میخواهد به طالبان بگوید که مردم افغانستان دیگر مردم 20 سال پیش نیست. شاید طالب ها بتوانند صدای افغان های داخل کشور را به نحوی خاموش کنند، اما هستند کسانی که بیرون از افغانستان مواظب و مراقب رفتار آنها هست. بله آقای افضلی، شخصیت های شما البته از اقوام مختلف هستند، ولی خب بیشتر از طالبان هستند. لهجه ای هم که استفاده می کنید ممکنه که از طرف بعضی به بخشی از مردم افغانستان اطلاق بشه. فکر نمی کنید که باعث ناراحتی بعضی ها بشه؟ خب ببینید آقای مصوی، ما این لهجه را به خاطر این استفاده نمی کنیم که ما بخوایم به شخص یا به قوم یا به جریان توهین کنیم. ما این لهجه را به خاطر جذابیتش استفاده میکنیم. اگر چنانچه لازم باشد در آینده من میخواهم که لهجه در واقع زبان پشتو را برعکس به لهجه فارسی صحبت کنیم که بمونه هم به نوع خودش جالب هست و بنابراین من بارها در ویدیو هم گفتم که ما به کدام شخص یا قومی خاص توهین نداریم، فقط به خاطر جذابیتش ما از این لهجه استفاده میکنیم. آقای افضلی، یکی از شخصیت هایی که انتخاب کردید اسمش رو آدم خان گذاشتید، یک طالبی که کارهای طنزم ازش سر میزنه، چطور این اسم رو انتخاب کردید؟ خب این اسم با هست، این اسمی اصیلی افغانی هست که بعضا در بعض جای افغانستان استفاده میشه، ولی خب به خاطر اینکه کاراکتر خودش کاراکتر طنز هست و بنابرای این که ما نگاه کردیم چی اسمهای بیشتر بالا این جذابیت و کشش داره، بنابراین ما این اسم رو انتخاب کردیم که مورد استقبال بیننده ها و دوستان قرار گرفتن. گاهی وقتا از بعضی از قطعات موسیقی استفاده میکنید یا حتی از چهره بعضی از هنرمندها، از اونها اجازه گرفتید؟ با اونها در تماس بودید؟ من از چهره هنرمندها استفاده نکردم بجود از آریانا سه. چرا؟ ولی خب در طنز چیزی هست که لازم به اجازه نیست. ولی خب شما میتونید به عنوان یک شهروند، یک سلبریتی را، کسی که سلبریتی هست و در نظر عموم ظاهر میشه، خب شما میتونید نقد کنین اون رو به طنز بسازید. از این کانال شما درآمد هم دارید؟ خب ببینید، من این کانال را به خاطر درآمدش واقعا من درست نکردم، چون که من شخصا علاقه دارم به این کار. من مطمئن هستم اگر روزی حتی یک نفر هم بیننده داشته باشم باز هم من انیمیشن میسازم. و دوم اینکه در کشوری که من زندگی میکنم دستمزد بالا هست، اگر من کار دیگر انجام بدم درآمدی بیشتری خواهیم داشت، چون که درآمد یوتیوب واقعا ناچیز است. درآمدی که من تا حالا از یوتیوب داشتم، حتی تا حالا نتوانستم یک تا کامپیوتر دلخواه خودم بخرم که به من کمک کنه به تا انیمیشن ها را مزدورتر و با کیفیت تر بسازم. من به خاطر درآمدش از این استفاده نمی کنم، به خاطر شوق علاقه ای دارم. بسیار عالی، خیلی ممنونم از حفیظ افضلی، کاریکاتوریست و انیماتور افغان از هلسینکی فنلاند با ما.